بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، مهران افراشی هستم. با آموزش مبانی و اصول اولیه در طراحی پوشاک در خدمتتون هستم. در فصل اول این آموزش با اصول اولیه هنرهای تجسمی آشنا میشیم. ابتدا مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم. در ابتدا با علم هنرهای تجسمی آشنا میشیم. هنرهای تجسمی شاخه ای از هنر هست که در برگیرندگی تعدادی از رشته های هنر و گرایش های هنر هست. در هنرهای تجسمی یک سری عناصر وجود داره که به اونها عناصر بصری میگیم و در واقع اصولی هستن که در هنرهای تجسمی رعایت میشن تا بتونیم یک اثر هنری رو ایجاد کنیم. یکی از گرایش های هنرهای تجسمی طراحی لباس است. به طور کلی برای اینکه یک لباس تولید بشه بایستی مراحلی رو پشت سر بگذاره. در مرحله اول طراح لباس با استفاده از اصول طراحی لباس میاد طراحی میکنه اون لباسی رو که میخواد به مشتری بده یا به بازار عرضه کنه. بعد از اینکه طراح اون چیزی که در ذهنش بود رو طراحی کرد و به اصطلاح روی کاغذ آورد، بایستی اون طراحی به صورت الگو در بیاد و بعد برش بخوره و در نهایت توسط خیاط یا دوزنده دوخته بشه تا لباس نهایی ما ایجاد بشه. طراحی لباس هم شامل چند مرحله میشه. در مرحله اول طراح لباس بایستی یک سری اصول رو رعایت کنه تا بتونه لباسی رو که میخواد طراحی کنه. بعد از اون لازم هست که طراح لباس با اصول اندام شناسی آشنا باشه. در واقع برای اینکه یک لباس رو بتونیم به صورت طبیعی و واقعی برای یک شخص طراحی کنیم، بایستی با انواع فیگور و اندامهای بدن آشنا باشیم که این بخش رو در درس‌های بعدی ارائه خواهیم کرد. و در نهایت طرحی که به صورت دو بعدی ایجاد شده، بایستی تن اون مانکن یا تن اندامی که برای اون طراحی شده بشینه و طرح ما نهایی بشه. در این بخش با عناصر اولیه در هنرهای تجسمی آشنا میشیم. اولین مورد نقطه هست. در واقع نقطه ساده ترین عنصر بصری هست که در طراحی و هنرهای تجسمی مورد استفاده قرار میگیره. نقطه در دو سر یک خط وجود داره. حالا این خط میتونه هم فرضی باشه هم واقعی. برای مثال به این تصویر اگر مشاهده بکنیم، در این لباس از دکمه که حکم همون نقاط رو داره استفاده شده. فرض کنین که بین این دوتا نقطه یک فاصله وجود داره. بین این فاصله ما خطی رو مشاهده نمی کنیم، اما این برامون تداعی میشه که بین این دوتا نقطه خط وجود داره، اما در واقع اینطور نیست. همچنین زمانی که خطوط مختلف با هم برخورد میکنن، اون محل برخورد در واقع همون نقاطی است که میتونه به صورت فرضی یا واقعی ایجاد بشه. در حالت کلی هر جایی که از نقاط استفاده میشه باعث جلب توجه چشم میشه. میتونیم از این خاصیت هم در کاربردهای طراحی لباس به خوبی استفاده کنیم. برای مثال ما میخوایم که برای افرادی طراحی لباس انجام بدیم که دارای یک سری نقص در اندام خودشون هستن، یا میخوان به هر دلیلی اون قسمت از بدنشون که حالا خیلی مورد پسندشون نیست باعث جلب توجه دیگران نشه. فرض کنید که یک نفر دارای یک شکم بزرگی هست که میخواد لباسی که میپوشه طوری باشه که این شکم بزرگش خیلی به چشم نیاد. با استفاده از پنس میتونیم این کار رو انجام بدیم. در واقع پنس رو اگر که از برجستگی شکم دور بکنیم، جلب توجه کمتری به نقطه شکم فرد باعث میشه. تصاویر شماتیکی که برای پنس وجود داره رو میتونیم تو این تصویر مشاهده کنیم. در واقع هر قسمتی از لباس رو که پنس در نظر بگیریم باعث میشه که یک سری برجستگی ها روی بدن نمایان تر بشه. کاربرد بعدی که از نقاط میتونیم در طراحی پوشاک داشته باشیم اینه که برعکس حالت قبلی میخوایم یک سری از نقاط بیشتر جلب توجه کنه. مثلا صورت یک فرد رو میخوایم بیشتر جلب توجه کنه، یا مثلا گردن بندی به گردن داره که میخوایم نظر افراد بیشتر به خودش جلب کنه. با استفاده از نقاطی که اطراف اون گردن بند یا صورت وجود داره میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا با استفاده از یک یقه هفت میتونیم این جلب توجه رو به خوبی ایجاد بکنیم. در یقه هفت اون قسمت پایینش چون یه حالت تلاقی دوتا خط هست، یک نقطه ایجاد میشه که این نقطه میتونه چشم رو به خودش جلب کنه و اطراف اون یقه هم چیزایی که وجود داره باعث میشه که بیشتر جلب توجه کنه. کاربرد بعدی اینه که میتونیم فرم دلخواه بدن رو با استفاده از نقاط ممتد ایجاد بکنه. مثلا یه فردی قدش خیلی بلند نیست و میخواد لباسی که میپوشه تداعی کنه که این فرد خیلی
قد بلندتر از چیزی که هست نشون داده بشه. برای این کار میتونیم از یک سری نقاط عمودی که به صورت عمودی کنار همدیگه چیده شدن استفاده کنیم و این باعث میشه که قد فرد بلندتر به نظر بیاد یا اون فرد رو لاغرتر نشون بده. برعکس اگر که نقاط افقی رو کنار هم بچینیم باعث میشه که فرد چاقتر و کوتاهتر به نظر بیاد. مورد بعدی که میتونیم از نقاط استفاده کنیم ایجاد یه حس توازن در لباس و فرد هست. اگر که نقاط مورب رو به صورت ممتد کنار هم بچینیم این حس رو میتونیم در بیننده ایجاد بکنیم. عنصر بعدی که در هنرهای تجسمی ازش استفاده میشه خط هست. خط در واقع از بی نهایت نقطه تشکیل شده. خط انواعی داره که مهمترین عنصر هنرهای تجسمی شناخته میشه. به خاطر همین هم ما در فصل‌های آینده خیلی مفصل‌تر در موردش صحبت می‌کنیم. در واقع خط شاخص همه اشکال است. به این معنی که شما هر تصویر یا هر شکلی رو که در نظر بگیرید با یک سری خطوط ایجاد شده. خطوط دارای انواعی هستند که به صورت کلی به طبقه بندی مستقیم شکسته و منحنی شناخته میشن. هر کدوم از اینها توضیحات مفصلی داره که در ادامه با اونها بیشتر آشنا خواهیم شد. در بخش قبلی با عناصر اولیه در هنرهای تجسمی شامل نقطه و خط آشنا شدیم. در این بخش به معرفی عناصر بصری در هنرهای تجسمی میپردازیم. اولین مورد که معرفی میکنیم شکل هست. شکل از ویژگی‌های اصلی بصری هست و با استفاده از خطوط پیرامونش ایجاد میشه. در واقع اشکال چون از خط و نقاط تشکیل شدن به صورت همزمان دارای ویژگی‌های نقاط و خط هم هستند. ما انواع اشکال رو داریم. میتونه اشکال هندسی باشه، غیر هندسی باشه، منظم و یا حتی غیر منظم باشه. اما توی طراحی لباس ما از اشکال به صورتی که حالا خواصی رو برای ما به دنبال داشته باشن استفاده میکنیم. به برخی از مهمترین این اشکال اشاره خواهیم کرد. اولین موردی که بررسی میکنیم شکل مربع هست. ویژگی که مربع داره شامل ثبات‌گرایی، عقلانیت و مظهر مادیت و قدرت هست. توی لباس میتونیم توی جاهای مختلفی ازش استفاده کنیم. مثلا در یقه، یقه خشتی رو داریم. در قسمت جیب ها میتونیم از مربع استفاده کنیم. و یا حتی دامن راسته کوتاه هم میتونه به شکل مربع باشه. شکل بعدی مستطیل است. مستطیل همون ساختار مربع رو داره و ویژگی های مربع رو هم در پی خواهد داشت، اما میتونه یک سری تفاوت جزئی هم در اون ایجاد بشه. برای مثال مستطیل تفاوتی که با مربع داره این هستش که از یک طرف کشیده شده. بنابراین جهت و راستای مستطیل و همچنین نسبت طول و عرض اون میتونه در لباس اثرگذار باشه. مورد بعدی دایره هست. دایره احساس وحدت و لطافت رو به همراه داره. نکته که در مورد دایره وجود داره اینه که هر جایی که دایره استفاده میشه ناخودآگاه چشم بیننده به سمت مرکز اون دایره جلب میشه. بنابراین در لباس هم اگر که در قسمت‌های از لباس از اشکال دایره یا مشابه اون مثل اشکال بیضوی استفاده بکنیم، بیننده‌ای که داره لباس رو مشاهده میکنه به صورت ناخودآگاه جلب توجه میشه به سمت مرکز دایره و از این خواص هم میتونیم استفاده کنیم. در اسلایدهای قبلی هم اشاره کردیم مثلا میخوایم یک عضوی از بدن یا یک جسمی بیشتر جلب توجه کنیم، میتونیم از یک سری اشکال استفاده بکنیم که اون شکل بهتر دیده بشه، یا برعکس اگر که بخوایم اندامی رو از دید افراد مخفی بکنیم میتونیم با استفاده از اشکال این کار رو انجام بدیم. شکل بعدی مثلث هست. مثلث بیانگر استحکام و تناسب است. توی چه قسمت‌هایی از لباس میتونیم مثلث رو مشاهده کنیم؟ برای مثال توی یقه، یقه هفتی میتونیم این شکل رو زیاد مشاهده کنیم. در اکثر لباس‌ها اگر دقت کنیم میتونیم این اشکال رو مشاهده کنیم. حالا ممکنه که خود اشکال اصلی ما نباشه و ترکیبی از اونها استفاده بشه، اما عمدتاً در اکثر لباس‌ها به خصوص لباس‌های رسمی، کت و شلوار، پیراهن رسمی میتونیم یک قالب مستطیل شکل رو مشاهده کنه. در این تصویر هم در قسمت یقه میتونیم یقه مثلثی شکل و یقه هفت رو مشاهده کنیم. در این یقه یقه گرد رو داریم و در این پیراهن که عکسش رو گذاشتم هم به عنوان طرح بافت و هم در قسمت آستین یا حتی اگر که از جیب استفاده بشه میتونیم اشکال مربع شکل رو مشاهده کنیم که هر کدوم از اینها میتونه در بیننده یک سری احساس رو ایجاد کنه. عنصر بعدی که در هنرهای تجسمی نقش مهمی رو داره تونالیته هست. برای اینکه بتونیم در اشکال دو بعدی که روی کاغذ و صفحه نمایش وجود داره این احساس رو القا کنیم که این شکل به صورت سه بعدی هست،
یکی از روش ها روش سایه روشن هست. عواملی که در رؤیت اجسام اثرگذار هست شامل اندازه، کنتراست و روشنایی هست. هر چقدر که جسمی کوچکتر باشه، در واقع اندازش کوچکتر باشه، دیدن اون برای بیننده سخت‌تره و برعکس هر چقدر که اون جسم بزرگتر باشه، دیدنش هم راحت‌تره. مورد بعدی کنتراست است. تو این تصویر میتونیم مثالش رو مشاهده کنیم. در قسمت سمت چپ تصویر ماه رو داریم که خود تصویر ماه و پس زمینه اون تضاد خیلی کمی رو دارن، بنابراین مشاهده اون هم قدری مشکله. اما در قسمت سمت راست میبینیم که تضاد بین پس زمینه و خود تصویر ماه وجود داره، بنابراین به وضوح میتونیم ماه رو مشاهده کنیم. اما مورد بعدی که در دیدن اجسام اثرگذار هست روشنایی. هر چقدر که یک جسمی صیقلی تر و صافتر باشه، روشنتر به چشم بیننده میاد، چون بازتاب نور در اون بیشتر هست. در این تصویر میتونیم مشاهده کنیم که یک کره ای رو داریم و از یک طرف منبع نوری داره به اون تابش رو ایجاد میکنه. در قسمتی از کره که به سمت منبع نور هست میبینیم که روشنتر و در قسمت دیگر از کره میبینیم که تیره تره. اگر که فرض کنیم این کره کاملا یک دست باشه و رنگی که در اون استفاده شده کاملا یک دست باشه، ما اصلا احساس این که این کره به صورت سه‌بعدی هست و اصلا کره هست رو نخواهیم داشت و در واقع یک دایره را مشاهده میکنیم. اما به واسطه این که در این کره سایه روشن به کار رفته، میتونیم احساس کنیم که این به صورت کاملا کروی و سه‌بعدی هست. برای اینکه حجم نمایی رو داشته باشیم، یکی از روش ها استفاده از درجات خاکستری هست. برای اینکه درجات خاکستری رو ایجاد کنیم، میتونیم از دو روش استفاده کنیم. در روش اول با استفاده از پهنای مغز مداد این کار رو انجام میدیم. هر چقدر که مدادی که داریم استفاده میکنیم پررنگ تر باشه، میتونیم درجات خاکستری بیشتری رو ایجاد کنیم. هر چقدر که فشار دست ما زمانی که داریم روی کاغذ یا اون جسمی که داریم طراحی میکنیم بیشتر فشار بیاریم، میتونیم تیرگی اون خاکستری رو افزایش بدیم. برای اینکه درجات خاکستری رو ایجاد بکنیم، میتونیم از این تصویر که اینجا قرار دادم الگو برداری کنیم. در واقع یک مستطیل بزرگ رو رسم میکنیم، اون رو به تعداد درجاتی که خودمون مایل هستیم، معمولا 11 درجه میان تقسیم بندی میکنم، حالا یا کمتر یا بیشتر، درجه بندی میکنیم و هر کدوم از خونه ها رو با استفاده از فشار ملایم و به تدریج افزایش فشاری که به مداد میاریم، میتونیم درجه بندی رو انجام بدیم. روشن‌ترین قسمت کار رو میتونیم به عنوان جایی در نظر بگیریم که کاملا سفید هست و اصلا از کشیدن مداد روی کاغذ استفاده نکردیم، و در سمت دیگه اون میتونیم محکم‌ترین شدتی که میتونیم مداد رو روی کاغذ بکشیم استفاده کنیم و تیره ترین قسمت رو ایجاد کنیم. در وسط این دو نقطه سفید و تیره تر هم میتونیم درجات مختلف خاکستری رو به یک نسبت ایجاد کنیم. اما در روش دوم این هست که میتونیم از نوک مداد استفاده کنیم، و تو این تصویر مشاهده میکنیم که از نوک مداد برای هاشورزنی استفاده شده و در واقع این سنگی که مشاهده میکنیم میتونه به ما این حس رو ایجاد بکنه که دارای زبری و شدت نور مختلفی است. هر چقدر که فاصله این خطوط موازی به هم نزدیکتر باشه، میتونیم این حس رو ایجاد بکنیم که این قسمت از کار ما تیره تره یا زبر تره. و اگر بخوایم شدت رو باز هم بیشتر کنیم، میتونیم از چند دسته خطوط موازی استفاده کنیم که همدیگر رو قطع میکنن. عنصر بصری بعدی که در موردش صحبت کنیم تکسچر یا بافت هست. تکسچر در واقع ویژگی خاص یک سطح هست که اون رو بررسی خواهیم کرد. تکسچر به دو صورت لمسی یا بصری وجود داره. در تکسچر لمسی به نوعی بایستی ماده یا اجسام لمس بشه تا بتونیم طرح و بافتی که روی سطح اون هست رو بررسی کنیم و مشاهده کنیم. اما در بافت بصری با دیدن یک شی هم میتونیم پی ببریم که اون شی دارای چه نوع سطحی هست. انواع تکسچر میتونه به زبر، نرم، براق، کدر و امثال هم تقسیم بندی بشه. هر چقدر که سطح ما صافتر باشه، روشنایی اون بیشتره و لطیفتر به نظر میاد. در عوض هر چقدر که سطح جسم متخلخلتر و زبرتر باشه، نور رو کمتر میتونه منعکس کنه و تیره تر به چشم میاد. در لباس ها هم اکثرا تکسچر رو داریم، حالا یا با استفاده از طرح بافت یا بافت های سه‌بعدی که میتونه روی اون باشه. هر کدوم از اینها یک نوع بافت و تکسچر خاص خودشون رو دارن. بنابراین در طراحی لباس هم بایستی به این نکته
توجه کنیم که اون لباسی که می‌خوایم طراحی کنیم دارای چه بافت و تکسچری هست. مثلا اگر که بخوام یک لباسی رو طراحی کنیم که دارای پارچه خیلی لطیف مثل ساتن هست، بایستی جوری این رو رنگ‌آمیزی کنیم که حس براق بودن و لطیف بودن اون پارچه به مخاطب داده بشه، و برعکس اگر که بخوام یک لباس مثلا زمستانی رو طراحی کنیم بایستی بافتی